پس از ماجرای کلاهبرداری کوروش کمپانی و بالا کشیدن چندین میلیون دلار، حالا پرویز پرستویی دست به افشاگری‌های جنجالی و بی‌سابقه‌ای زده که موجب تعجب شدید کاربران شده. در ادامه به این موضوع می‌پردازیم. قبل از ادامه، اگر به ویدیوهای ما علاقه‌مندید، از طریق زدن دکمه سابسکرایب ما رو دنبال کنید. در سالهای اخیر مال باختگی به یکی از اصطلاحات رایج در ایران تبدیل شده. در این روند مردم از مؤسسه‌های مالی و بنگاه‌های اقتصادی متضرر شده و بخشی یا کل سرمایه خود را از دست می‌دهند. تازه‌ترین مورد از این مال باختگی مربوط به شرکت کوروش کمپانیه که در بازار تلفن همراه فعال بوده و مالک اون هم از کشور خارج شده. کوروش کمپانی توسط یک جوان دهه 70 راه اندازی شد تا به تعمیر تلفن همراه بپردازه، ولی به نظر میرسه بازار داغ گوشی به دلیل سیاست‌های محدود کننده دولت سبب شده باشه تا این شرکت به فروش تلفن همراه رو بیاره و برای کسب سود غیر متعارف دست به اقدامات غیر معمول بزنه. اما مشکل از اونجا شروع شد که شرکت به تعهدات خود برای تحویل گوشی‌های پیش فروش شده عمل نکرد و در نهایت بدهی سنگینی به بار آورد که مال باختگان را به جلوی در شرکت کشوند. بر اساس روزنامه رسمی، شرکت کوروش پردازان آیسا که نام تجاری اون کوروش کمپانیه، در سال 1399 توسط امیر حسین شریفیان تأسیس شد. بر اساس اسناد روزنامه رسمی ایران، این شرکت برای خرید و فروش تلفن همراه و لوازم الکتریکی، تعمیرات تلفن همراه و لوازم جانبی، واردات و صادرات انواع کالای مرتبط در محله فردوس در غرب تهران با سرمایه 50 میلیون تومانی ثبت شد. بر اساس همین اطلاعات در بهمن ماه 1402 سرمایه ثبتی شرکت به 95 میلیون تومان افزایش یافت. شرکت تا قبل از اتفاق اخیر دوبار پلمب شد. امیر حسین شریفیان ادعا کرده بار اول کوروش کمپانی به دلیل حجاب بسته شده و بار دوم به دلیل تغییر ندادن آدرس جواز کسب. آقای شریفیان متولد 21 آذر 1375 توی استان اردبیل و شهر خلخاله و تا 7 فروردین 1402 مدیر عامل شرکت بود، ولی در این تاریخ امیر حسین گودرزی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره شرکت و شریفیان نایب رئیس هیئت مدیره شد. خبرگزاری تسنیم در 28 بهمن 1402 نوشت امیر حسین شریفیان با 180 روز غیبت اولیه اقدام به تکمیل دفترچه سربازی میکنه و در تقسیم بندی ها اون سرباز نیروی زمینی ارتش میشه، اما از رفتن به سربازی خودداری میکنه و از سال 1400 تا به امروز سرباز فراریه. بنابراین سوالی پیش میاد که آقای شریفیان که کارت پایان خدمت نداشته چطور تونسته به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت در بیاد، چون که دارا بودن کارت پایان خدمت برای این موارد الزامیه. در این رابطه پیام درفشان وکیل پایه 1 دادگستری فعال در تهران به بی بی سی فارسی گفت طبق قوانین ثبت شرکت ها بدون پایان خدمت شخص یا همون مرد اجازه حضور در جایگاه مدیر عاملی یا رئیس هیئت مدیره شرکتی رو نداره، لذا در این مورد یک نقص قانونی وجود داره که چگونه اطلاعاتش توی روزنامه رسمی به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت ثبت شده. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده امیر حسین شریفیان 5 ماه قبل از کشور خارج شده. در همین راستا پرویز پرستویی بازیگر سینما و تلویزیون با انتشار کلیپی از مردی در لباس شب زنانه که گویا با هوش مصنوعی سر امیر حسین شریفیان رو بر روی تنش گذاشتن و بسیار واقع گرایانه این کلیپ درست شده و شخص طنازی و لوندی خاصی توی این لباس انجام میده، باعث شده تا پرویز پرستویی سخنان تند و تیزی رو بیان کنه. پرستویی تو کپشن این کلیپ نوشته بخندیم یا بگریم، اصلا گیریم که این فیلم هوش مصنوعیه ولی خیلی شبیه ذات و سیرتشه، اصلا مهم نیست. اگر کله این آدم زن نما رو هم در نظر بگیریم، چهره واقعی کوروش کمپانیه بی تردید. وای بر ما که حاضریم هر کس و ناکسی به خودش اجازه بده به همون توهین کنه، اونم آدم نمایی مثل کوروش کمپانی، چه اسم دهن پر کنی. متاسفم برای همه کسانی که موجب شدن این جوانلق به خودش اجازه بده که هر غلطی که دلش میخواد بکنه. فکر میکنم اگر کمی هوش داشته باشیم وقتی با چنین آدمی برخورد میکنیم نفهمیم که با خودش چند چنده.
بله میدونم و شنیدم که در اون ور دنیا جورج کلونی ساعت تبلیغ میکنه، الیزابت تیلور عطر تبلیغ کرده، یول برینر سیگار کمل تبلیغ کرده. لطفاً جهان خودمونو با اون ور دنیا مقایسه نکنیم. با عرض معذرت اگر شما همکاران عزیز تبلیغ رو جزو شغل میدونید، پس هم شأن صاحب کالا رو در نظر بگیرید و هم شأن خودتون رو، بعد حکم برای حرفتون صادر کنید. متاسفم برای بعضی از چهره‌های هنری که حکم صادر میکنن و عنوان میکنن که بخشی از کار ما همین تبلیغه. باشه، اصلا شما درست میفرمایید. آخه با کی؟ با کوروش کمپانی که کیسه برای ملت ایران دوخته و اونور دنیا باز مثل بقیه آقازاده‌ها به ریش ملت ایران میخنده؟ وا مصیبتا. متاسفم برای مسئولانی که به این جوانلق اجازه ورود موبایل آیفون دادن. متاسفم برای کسایی که اجازه تبلیغ شهری دادن. متاسفم برای کسانی که مال باختن. خلاصه که همه چیمون به هم میاد. کی به کیه؟ چی به چیه؟ آخه چرا؟ از ماست که بر ماست. جالبه، خوش به حال مسئولینی که با خبر یا بی خبر همه سلبریتی ها که موجب تبلیغ شدن بایستی پولی که گرفتن و دو دستی به حساب صندوق دولت واریز کنن و مال باخته ها هم برای اقامه دعوی بایستی متحمل هزینه بشن. پس خوش به حال صندوق دولت و کوروش کمپانی و سر مردم مال باخته بی کلاه. اما پس از این ماجراها خبر کلاهبرداری 35 میلیون دلاری کوروش کمپانی که در رسانه‌های ایرانی سر و صدای زیادی به پا کرده جهانی شد. کلاهبرداری بزرگ کوروش کمپانی در روزهای اخیر نبض شبکه‌های اجتماعی و بسیاری از رسانه‌های ایرانی رو در اختیار گرفته، اما تا کنون شاهد پوشش گسترده اون توسط رسانه‌های بزرگ خارجی نبودیم. فاینانشال تایمز در گزارشی جامع ماجرای کوروش کمپانی رو زیر ذره‌بین برده. ساعتی پس از انتشار گزارش فاینانشال تایمز، برخی از سایت‌های سرشناس آمریکایی از جمله 9to5Mac که روی اخبار اپل تمرکز داره، کلاهبرداری کوروش کمپانی رو پوشش دادن. فاینانشال تایمز در بخشی از گزارش می‌نویسه یک کلاهبرداری چند میلیون دلاری که شامل آیفون‌ها با تخفیف بسیار زیاد بوده باعث شده جیب هزاران نفر توی ایران خالی بشه و همزمان نشون داده مصرف کنندگانش تا چه اندازه برای دستیابی به این دستگاه‌های همراه ارزشمند تلاش می‌کنند. اما به تازگی اخبار تایید نشده مبنی بر کلاهبرداری وکیل مالباختگان کوروش کمپانی در فضای مجازی منتشر شده. از اونجایی که شاکیان این پرونده حدود 200 هزار نفره، قوه قضاییه بابت هر شکایت مبلغ 250 هزار تومان دریافت کرده که تنها برای این ثبت شکایت مبلغی معادل 50 میلیارد تومان به حساب قوه قضاییه واریز شده. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد، بدرود.